کم در گسی پیش میاد که اسم دیوید بکام ستاره تیم منچستر یونایتد و تیم ملی انگلیس رو نشنیده باشه. دیوید بکام یکی از خوشتیپ‌ترین و بهترین فوتبالیست‌های سال‌های نچندان دور فوتباله. اون در پست هافبک برای تیم‌های باشگاهی مثل منچستر یونایتد، رئال مادرید، لس آنجلس گالاکسی آمریکا، ماسیمیلان پاریس سن ژرمن و در رده ملی هم برای تیم ملی فوتبال انگلیس بازی کرده. درسته که دیوید بکام از بچگیش علاقه خیلی زیادی به فوتبال داشته، اما نه پدرش، نه مادرش، نه اطرافیانش، نه دوستاشون، نه در مدرسه که تحصیل میکرد و درس میخونده هیچ کس فوتبال رو یک شغل نمیدونستن و معتقد بودن که از فوتبال نمیتونه هیچ درآمدی کسب کنه، اما اون مدرسه رو بل کرد و شدیداً چسبید به علاقهش و در حال حاضرم علاوه بر اینکه خیلی خوشتیپ و خیلی هم پول داره، یک فوتبالیست واقعا عالی هم توی دوران حرفه خودش بود. اما چطوری؟ اون چه مخالفتایی تحمل کرد؟ اون چطوری مسیرش رو پیش گرفت؟ چجوری سر از رئال مادرید تر برد در حالی که میتونست توی بارسلونا باشه؟ اون توسط چه کسی برای اولین بار شناخته شد و اسطوره شد؟ و چرا دیوید بکام فوتبالیست شد؟ اگر دوست داری بدونی که دیوید بکام چرا اینجاست و اصلا چجوری به اینجا رسید و از داستان زندگی سر در بیاری و از صفر تا صدشو، یعنی از اول تا الانشو بدونی، این ویدیو چند تا تموم. دیوید رابرت جوزف بکام، بازیکن سابق فوتبال اهل انگلستان و مدیر عامل کنونی باشگاه فوتبال اینتر میامی و همچنین مالک 10% سهام باشگاه سالفورد سیتی. بکام توی دوران حرفه خودش توی پست هافبک بازی کرد و برای تیم‌های مثل منچستر یونایتد، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید، لس آنجلس گالاکسی، آس میلان و پاریس سن ژرمن بازی کرد و در رده ملی هم سابقه بازی برای تیم ملی انگلیس رو در کارنامه داره. دیوید بکام در واقع یکی از فوتبالیست‌های خیلی معروف بریتانیاییه. بکام در 2 می سال 1975 میلادی در لیتنستون واقع در شهر لندن انگلستان متولد شد. پدر دیوید بکام یعنی آلن بکام آشپز بود و مادر اون هم ساندرا جورجینیانا به شغل آرایشگری مشغول بود. دیوید بکام دو خواهر به نام لین جورجینیا و جان لوئیس داره که یکی از اونها یعنی لین جورجینیا از اون بزرگتر و خواهر کوچکترش هم جان لوئیس نام داره. دیوید بکام توی کودکی همراه با پدر و مادرش خیلی به کلیسا میرفت. پدر بزرگ مادری اون یهودی بود، به همین خاطر دیوید بکام در کتاب زندگی نامش خودش رو یک نیمه یهودی معرفی کرده که جلوتر بیشتر بهش میپردازیم. در زمان کودکی دیوید بکام اون خیلی به فوتبال علاقه داشت و توی همون سن فوتبال رو شروع کرد. اون در یکی از مسابقات قدیمی خودش گفته که در دوران مدرسه وقتی معلم‌ها شغل مورد علاقه من رو میپرسیدن همیشه میگفتن که دوست دارم فوتبالیست بشم. اما معلم‌ها و نزدیکا و پدر و مادرم هم حتی اون رو شغل نمیدونستن و فکر میکردن که توی فوتبال درآمدی وجود نداره. پدر و مادر دیوید بکام از طرفدارای سرسخت منچستر یونایتد بودن. همین موضوع باعث شد تا دیوید بکام به این تیم علاقه‌مند بشه و اون هم جزی از طرفدارای پرقاقورس این تیم بشه. دیوید بکام توی سنین پایین با توجه به استعداد و توانایی که داشت توی مدرسه فوتبالی توی شهر منچستر تست داد و با توجه به ویژگی‌هایی که داشت توجه همه رو جلب کرد و همین آغاز راه فوتبال حرفه‌ای دیوید بکام بود. بعد از اون دیوید بکام چند سال رو توی مدرسه فوتبال منچستر یونایتد سپری کرد و بعدش به صورت حرفه‌ای فوتبال را از تیم جوانان منچستر یونایتد شروع کرد، اما چند ماه بعد از بازی در تیم جوانان به تیم بزرگسالان منچستر یونایتد برای بازی در جام اتحادیه انگلیس دعوت شد. در نهایت دیوید بکام در 2 آوریل سال 1995 اولین بازی خودش رو توی لیگ برتر انگلیس تجربه کرد و در واقع فصل 95-96 آغازی بود بر درخشش این بازیکن توی فوتبال انگلیس. فصل 96-97 دومین فصل حضور دیوید بکام توی فوتبال انگلیس بود. اون مشهورترین گل خودش رو توی این فصل و در مقابل تیم ویمبلدون به ثمر رسوند و با ضربه زیبا از وسط زمین دروازه ویمبلدون رو در سلهارست پارک باز کرد و اولین حضورش در تیم ملی انگلیس رو هم در اول سپتامبر سال 1996 تجربه کرد و به همراه این تیم به مسافت مولداوی در گینشف رفت که پیش از اون دیدار بکام سابقه بازی در تیم ملی زیر 21 ساله انگلیس رو در کارنامه خودش داشت. بکام در سال 1997 به همراه منچستر یونایتد به عنوان قهرمان لیگ برتر انگلیس دست پیدا کرد و اون بدون شک نقش خیلی زیادی توی این قهرمانی ایفا کرده بود و به عنوان بازیکن برتر انگلیس توی این سال برگزیده شد. بکام در نخستین بازی فصل 1998-1999 منچستر یونایتد رو برابر لستر سیتی با یک ضربه کاشته خیلی زیبا نجات داد و باعث شد که اونها از شکست فرار کنند. بکام در سال 1999 یک سال پرافتخار رو تجربه کرد. قهرمانی در لیگ برتر انگلیس با منچستر یونایتد، قهرمانی در جام حذفی
و در نهایت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا کلکسیون افتخار این بازیکن رو توی تیم منچستر یونایتد کامل کرد. اما بعد از درخشش توی تیم منچستر یونایتد و لیگ برتر انگلیس، باشگاه فوتبال بارسلونا اولین باشگاهی بود که درخواست رسمی خودش رو برای جذب دیوید بکام به منچستر یونایتد و دیوید بکام ارائه کرد، که در نهایت فقط یک تیم بود که تونست نظر دیوید بکام و منچستر یونایتد رو جلب کنه و اون تیم رئال مادرید بود. در جریان سال 2003 دیوید بکام با عقد قرارداد 4 ساله به تیم رئال مادرید پیوست. اما نکته جالب اینجاست که منچستر یونایتد در ابتدای قراردادش با رئال مادرید مبلغ 17 میلیون پوند بابت فروش دیوید بکام دریافت کرد. اما با توجه به نظر کارشناسا گفته میشه که با توجه به حضور دیوید بکام در رقابت‌های لیگ قهرمانان و نمایش خیره کننده اون، این مبلغ تا 25 میلیون پوند قابل افزایش بود. در نهایت دیوید بکام راهی رئال مادرید شد و از منچستر یونایتد جدا شد و این جدایی خلأ خیلی بزرگی رو در خط میانی منچستر یونایتد به وجود آورده بود. ساخوشای اولد ترافورد خوب می‌دونستن که چه کسی رو از دست دادن. اونها علاوه بر از دست دادن دیوید بکام، توجه خیلی از رسانه‌های ورزشی رو که معطوف به دیوید بکام بود و از دست دادن. بکام طی سال‌های حضورش توی منچستر یونایتد در 397 بازی که برای این تیم انجام داد 86 گل به ثمر رسوند. و حالا دیوید بکام توی رئال مادرید. اما شروع کار دیوید بکام توی رئال مادرید خیلی جذاب نبود. شروع کار اون در رئال مادرید با انتقادات خیلی زیادی همراه بود. این انتقادات اکثرشون این بود که اون نمیتونه به شرایط خودش توی منچستر یونایتد در رئال مادرید هم برسه و نمیتونه بازی خوبی که توی اون تیم به نمایش گذاشت رو توی این تیم هم به نمایش بگذاره. اما دیوید بکام جواب اونها رو طور دیگه ای داد. اون در 3 بازی مختلفی که برای رئال مادرید رفت عملکرد خیلی خیره کننده ای رو از خودش به نمایش گذاشت و علاوه بر این 2 گل هم به ثمر رسوند. اما فقط چند هفته بعد یک سری ادعایی مطرح شد که به صورت مستقیم توی فوتبال و کیفیت زندگی دیوید بکام تأثیر گذاشت و این ادعاها مستقیما به زندگی شخصی دیوید بکام اشاره داشتند و این باعث شد که رئال مادرید همراه با دیوید بکام توی اون فصل هیچ عنوان و جامی رو کسب نکنه. بعد از اینکه فابیو کاپلو به عنوان سرمربی رئال مادرید منصوب شد، دیوید بکام نیمکت نشین شد. البته بعدها دلیل این نیمکت نشینی ها رو مدیر وقت باشگاه رئال مادرید و فشارهایی که روش گذاشته شده بود اعلام کرد. فصل 2006-2007 رئال مادرید به شدت برای قهرمانی میجنگید ولی نتایج مطلوبی رو کسب نمیکرد. تو این زمان کاپلو در نهایت تونست با قرار دادن دیوید بکام توی تیمش به قهرمانی لالیگا دست پیدا کنه. در این حال بکام از این نیمکت نشینی ها به خصوص عدم تمایل باشگاه برای تمدید قرارداد با اون ناراضی بود. تصمیم جالبی گرفت و با قرارداد 5 ساله و رقم 250 میلیون دلار به تیم باشگاه فوتبال لس آنجلس گالاکسی رفت و قرارداد این بازیکن 6 ماه زودتر از پایان فصل بسته شد، ولی دیوید بکام تا آخر فصل توی رئال بود. و در نهایت بعد از تموم شدن اون فصل، دیوید بکام باشگاه فوتبال رئال مادرید رو به مقصد باشگاه فوتبال لس آنجلس گالاکسی توی لیگ آمریکا ترک کرد. با توجه به اینکه لیگ آمریکا تیم‌هایی که درش حضور دارن نسبت به سایر لیگ‌ها و سایر تیم‌ها مخصوصاً لالیگا و لیگ برتر انگلیس سطح پایین‌تری دارن، دیوید بکام تا فصل 2009-2010 بازی خوبی رو توی اون لیگ انجام داد. اما نیم فصل دوم سال 2009-2010 با توجه به تعطیلات لیگ آمریکا، دیوید بکام به صورت قرضی راهی تیم آس میلان شد. و توی اون فصل شماره دیوید بکام 32 بود و موفق شد با پیراهن میلان 2 گل به ثمر برسونه. دیوید بکام در اواخر ژانویه سال 2013 در تمرینات تیم آرسنال شرکت کرد، ولی مربی وقت این تیم علاقه به جذب این بازیکن نشون نداد و در نهایت باشگاه پاریس سن ژرمن با عقد قراردادی 5 ماهه اون رو جذب کرد. و دیوید بکام بعد از عقد این قرارداد اعلام کرد که همه مبلغ این قرارداد رو به یک بنیاد خیریه کودکان اهدا کرده و شماره دیوید بکام هم توی اون تیم باز هم 32 بود. اما دیوید بکام در تیم ملی انگلیس، دیوید بکام یکی از بهترین های دنیا توی زدن ضربات آزاد و دادن پاس های دقیق محسوب میشه. در سال 1999 دیوید بکام در لیگ قهرمانان اروپا با تیم منچستر یونایتد در برابر بایر مونیخ قرار گرفت که در نهایت این بازی با نتیجه 2-1 به نفع منچستر یونایتد به پایان رسید و اون تیم قهرمان شد. و توی اون بازی دیوید بکام دو پاس گل داد و بهترین بازیکن میدون بود. گلن هودل سرمربی وقت تیم ملی انگلیس بکام رو برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 98 فرانسه دعوت کرد. اما هودل در دو بازی ابتدایی دیوید بکام رو نیمکت نشین کرد، اما در بازی سوم انگلیس مقابل کولومبیا اون رو به میدون فرستاد و دیوید بکام موفق شد یک گل زیبا رو روی یک ضربه آزاد به ثمر برسونه و در واقع اولین گل ملی خودش رو برای انگلیس هم توی همین بازی به ثمر برسونه. اما بعدا هودل گفتش که اصلی‌ترین دلیلی که دیوید بکام رو برای اون جام جهانی دعوت کرده
خوب بودنش توی ضربات آزاد بود. در جام جهانی 1998 فرانسه در دیدار انگلیس و آرژانتین درگیری بکام و دیگو سیمئونه منجر به اخراج این بازیکن شد و شاید همین امر نقش زیادی توی شکست تیم ملی انگلیس توی این بازی حیثیتی داشت و به خاطر همین از طرفدار انگلیس طرد شد. اما دیوید بکام به پیشرفتش ادامه داد و درخشش اون در سال 1999 اون رو در کنار ریوالدو و کاندیدای دریافت عنوان بهترین بازیکن جهان اروپا کرد. در نوامبر سال 2000 پیتر تیلور سرمربی وقت تیم ملی انگلیس بازوبند کاپیتانی رو برای اولین بار توی یک بازی دوستانه انگلیس مقابل ایتالیا بر بازی دیوید بکام بست و بعد از بازنشستگی آلن شیرر و به دنبال آنتونی آدام سال نوبت به دیوید بکام رسیده بود تا در زمین هدایت بازیکنان رو به عهده بگیره. کاپیتان تیم ملی انگلیس در بازی مقدماتی یورو 2004 برای تیم ملی کشورش خوش درخشید و در 4 بازی نخست تیم ملی انگلیس در مرحله مقدماتی رقابت‌ها گلزنی کرد، اما در دیدار جنجالی انگلیس مقابل ترکیه از بازی اخراج شد و به خاطر همین اخراج بازی حساس مقابل تیم اسلوواکی رو از دست داد. در پایان اون فصل همه توجه‌های مطبوعات معطوف به آینده دیوید بکام و انتخاب‌های اون بود، بازیکنی که مورد توجه روم، آس میلان، رئال مادرید و بارسلونا قرار گرفته بود و همه این تیم‌ها سفت و سخت خواهان جذب اون بودند. اما در تابستان سال 2004 بکام با بازی خیلی ضعیفی که در رقابت‌های یورو 2004 از خودش به نمایش گذاشته بود و با از دست دادن 2 پنالتی حساس موجب حذف تیم ملی کشورش را از گردونه این رقابت را فراهم کرده بود، نتونست اونجور که باید شاید انتظارات همه را برآورده کنه. و اما اوضاع زمانی بدتر میشه که دیوید بکام در سال 2006 در جام جهانی آلمان به همراه تیم ملی انگلیس به مقامی دست پیدا نکرد تا روحیه دیوید بکام از همیشه شکسته تر و بدتر باشه. تیم ملی انگلیس با سرمربیگری مکلارن از صعود به مرحله نهایی یورو 2008 هم باز موند و مکلارن جای خودش رو فابیو کاپلو بده. کاپلو هم با دعوت دوباره از دیوید بکام بازوبند کاپیتانی تیم ملی انگلیس رو مجددا به اون داد و در نهایت در پایان فصل 2012-2013 دیوید بکام با پیراهن پاریس سن ژرمن از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و اسطوره خوش‌تیپ برای همیشه فوتبال رو کنار گذاشت. و اما حالا زندگی شخصی دیوید بکام. دیوید بکام در سال 1997 در سن 22 سالگی با ویکتوریا آدامز خواننده انگلیسی آشنا شد. اونها در یکی از مسابقات فوتبال خیریه همدیگر رو دیدن و یک سال بعد نامزد کردن. این زوج در سال 1999 در ایرلند ازدواج کردن و ویکتوریا آدامز اسم خانوادگی خودش رو به نام همسر خودش یعنی بکام تغییر داد و اون الان ویکتوریا بکام نام داره. ویکتوریا در صنعت مد و طراحی لباس فعالیت داره و توی این حرفه خیلی موفقه. به گفته ویکتوریا اون اصلا رشته فوتبال رو دنبال نمی‌کرده و تا قبل از اون شناختی از دیوید بکام هم نداشته. در نهایت حاصل این ازدواج 3 فرزند پسر یک فرزند دختره که پسرها به ترتیب بروکلین متولد سال 1999، روما متولد سال 2002 و کروز متولد سال 2005 و دخترشون اسم هارپرستون متولد سال 2011 است. پسر بزرگ دیوید بکام بروکلین در صنعت مد فعالیت داره و تصویرشون در مجله ووک منتشر میشه. اما دیوید بکام چه در زمانی که فوتبالیست بوده و چه در زمانی که در حال حاضر مدیر عامل و مربی هست فعالیت دیگری هم به غیر از فوتبال دنبال میکنه. دیوید بکام به عنوان مدلینگ فعالیت خیلی زیادی داشته و خیلی از شرکت‌های معروف از تصاویر اون برای تبلیغ محصولاتشون استفاده کردن. از شرکت‌های معروف که با بکام همکاری داشتن میتونیم به سامسونگ، آدیداس، پپسی و کمپانی پوشاک H&M اشاره کنیم. دیوید بکام و همسرش درآمد خیلی بالایی از صنعت مد و پوشاک و مربیگری و کلاً کسب و کارشون به دست میارن. در سال 2015 هر روز 22000 پوند مالیات به دولت پرداخت میکردن و درآمد دیوید بکام همراه با همسرش 2,470,000 دلار توی اون زمان بود. اما دیوید بکام بخش عظیمی از درآمد خودش رو به امور خیریه اختصاص میده. اون سفیر یونیسف هم قصد در یکی از مصاحبه‌ای که به برنامه رادیوی ترس لاست دیس داشته درباره هزینه‌هایی که در امور خیریه صرف میکنه صحبت کرده. دیوید بکام گفتش که یکی از مهمترین برنامه‌ها داشته‌های لحظه‌های زندگی من کارهای خیرخواهانه است. علاوه بر اینکه کمک‌های مالی انجام میدم، با کودکان هم ملاقات و دیدار میکنم و این فخر فروشی نیست. و در نهایت این ویدیو میرسیم به افتخارات بلند بالای دیوید بکام. اول از همه میریم سراغ افتخارات فردی دیوید بکام. نفر دوم توپ طلای سال 1999، عضو 100 بازیکن برتر فیفا در سال 2004، عضو اسطوره‌های تاریخ فوتبال، به انتخاب فدراسیون بین‌المللی تاریخ آمار فوتبال، گل‌های برگزیده دهه لیگ جزیره در هیلده اوت سال 1997 بازی منچستر با ویمبلدون، بهترین بازیکن لیگ برتر آمریکا به انتخاب ISPN، بهترین فوتبالیست مرد سال به انتخاب ISPN در سال 2004،
شخصیت ورزشی برتر سال به انتخاب بی بی سی در سال 2001، بازیکن سال فوتبال انگلیس در سال 2003 و بهترین هافبک باشگاهی سال اروپا در سال 98-99 و حالا افتخارات باشگاهی، قهرمانی لیگ جزیره انگلستان با منچستر یونایتد 6 بار، قهرمانی جام حذفی 2 بار، قهرمانی جام اتحادیه 2 بار، قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، قهرمانی سوپر جام اروپا، قهرمانی جام بین‌قاره‌ای و قهرمانی جام حذفی نوجوانان. در رئال مادرید قهرمانی لالیگا و قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا. در لس آنجلس گالاکسی قهرمان جام MLS در سال 2011-2012 و قهرمان جام MLS کنفدراسیون غربی و در آخر قهرمانی لیگ لو شامپیونه فرانسه در پاری سن ژرمن در سال 2013. دیوید بکام یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ بود که با پاس‌های دقیق، ضربه‌های آزاد و شوت‌های قدرتی و فنی و دقیق خودش به این موقعیت بالا رسید که عنوان یکی از بهترین هافبک‌های نسل خود تاریخ فوتبال شمرده میشه. دیوید بکام دوبار از سوی فیفا به عنوان دومین بازیکن سال فوتبال جهان برگزیده شده، یک بار هم نامزد دریافت توپ طلای اروپا شد. در سال 2004 پله اسم اون رو به عنوان یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ فوتبال در لیست 100 نفر فیفا قرار داد و در می سال 2013 با 19 قهرمانی بعد از گذشت 20 سال از دوران حرفه‌ای خودش اعلام بازنشستگی کرد. در نهایت من اینطور میگم، دیوید بکام اونقدر فوتبال زیبا بازی کرد که خوشتیپ شد. در نهایت در کل نظرت راجع به دیوید بکام چیه؟ توی کامنت بنویس. مرسی که تا انتها تماشا کردین. دمتون خیلی گرمه. لایک، کامنت، سابسکرایب کانال تو فراموش نشه. خیلی من دلگرم میکنه به کارم. اگر دوست داشتین واسه دوستاتونم بفرستین. پرچمتون خیلی بالاست. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.